مخلص همه دوستان عزیز، با یه غذای خوشمزه و خیلی لذیذ بازم اومده مهمون خونهاتون شده. مهربانو بگو چیه؟ یاران مهربان سلام، امیدوارم حال تک تکتون عالی عالی باشه. چلو میگو داریم، اونم چه چلو میگویی. به به، بریم تو سرد نشده بزنیم بر بدن. خب به به به، یه دونه این شام میگوها برات بذارم. مرسی. بعد یکی دیگه هم اومد، دو هیچ به نفع شما. پاس من بست این خدمت شما. فعلا نبید. کفگیر میزنی عطرش میاد بالا. به به. خب اصل موضوع میگو تازه است. ما یه دونه این شام میگو خالی بخوریم ببینیم عطر میگو چی در اومده. مثلا این غذا فقط میگوشه. بسم الله. عالی. تونش کرد میبانم. این فلفلش پول بیبره اذیت نمیکنه. فعلا که داریم میسوزیم. فقط برای سوزش مهربانو پیشبینه کار کرده. چیه این؟ بورانی لبو. یه بورانی لبو خوشمزه درست کرده که از این میخوری سریع جلو سوزشو میگیره. اوه ولی چاره اینه، خیلی خوشمزه است، باید بریم بزنیم بر بدن. خب دوستان موافقه تا ما مشغول خوردنیم شما برید رسپیشو نگاه کنید تا برگردید؟ بله برید. برای درست کردن این چلو میگوی خوشمزمون، میگوی تازه پاک شده داریم که رگ کمرشو گرفتیم و همینطور هم یه تعداد شاه میگو. این کمرشو شکافتیم و رگ وسطو گرفتیم، خوب شستیمش و گذاشیم آب اضافهش بره. و برای مرینت کردن میگومون ادویه هامون شامله ادویه ماهی و میگوی فیشانتاین، پودر بیبر، پودر انبه، نمک، پودر سیر و پیاز و ادویه گوجه سیر و پیاز و یه مقدار خلال پوست پرتقال که خیس میکنیم و دوبار میجوشونیم و آب جوشیده رو میریزیم دور که تلخی پوست پرتقالمون گرفته بشه. اینم از زعفرون غلیظ. و برای شروع میگوهامون رو با ادویه و زعفرون کاملا مزه دار میکنیم. بریم که دست به کار بشیم. میگوهامون رو میریزیم داخل کاسه مورد نظرمون، به مقدار لازم روش زعفرون میریزیم. و در آخر ادویه هامون رو میریزیم. همه رو خوب با هم مخلوط میکنیم و یکی دو ساعتی به این زمان میدیم تا مزه ادویه هامون به خورد میگو برو کاملا مزه دار بشه. تو این فاصله که میگوهامون مزه دار بشه میریم که چلو زعفرونیشو درست بکنیم. شما با هر روشی که را دستتونه چلوتون رو آبکش بکنید تا بریم باقی مراحلش رو ببینیم. اگر میخواییم برنجتون رو با همون آب و نمکی که خیس کردید بذارید بجوشه، دقت کنید که هم آب و بایستی بیشتر در نظر بگیرید و هم نمکی رو که باهاش اون برنج رو خیس میکنید. تو این حالت همون اول میذاریم سر گاز مثل کته بجوشه، منتها توی اون مرحله که برنج رو تست میکنیم ببینیم موقع آبکش شدنش هست یا نه برنجمون رو آبکش میکنیم. و میخواییم برای چلوی زعفرونیمون یه تعدیق حلزونی خوشگل درست بکنیم. دقت داشته باشید سیب زمینی رو انتخاب بکنید که فرمش بیزی باشه و به حلقه های نازک نازک یا چیپسی برشش میزنیم. قصر برش های سیب زمینیمون باید به اندازه باشه که وقتی روی هم دیگه میچینیمشون روی هم بشینه، نه اونقدر زخیم که یه تعدیق خمیر داشته باشیم و نه اونقدر نازک که تعدیقمون بسوزه. دقت داشته باشید که حلقه های تعدیقتون بایستی یکسان باشه. حالا با هر دستگاهی که چیپسیش میکنید حلقه های یکسان برای خودتون در نظر بگیرید. و از یه قسمت قابلمه شروع میکنیم به چیدمانش روی هم دیگه. به این طریق که میچینیم هیچ فضای خالی توی قابلمه نمیمونه که ما تعدیق برنج داشته باشیم. به همین خاطر تعدیق ما یک پارچه سیب زمینیه. ببینید دونه آخر رو زیر دونه اول مخفی کردیم، یه حلقه هم میذاریم برای وسطش. به این شکل کف قابلمه‌مون رو کاملا با سیب زمینی پوشش دادیم و حالا روش روغن میریزیم.
از تفلون کف قابلمه‌تون کاملا مطمئن باشید که ته دیگش نچسبه، که موقعی که برنجتون رو برمیگردونید ته دیگتون یک تیکه باشه. اینم چلوی آب کش شدم که میریزیم روش. واسه اینکه یه چلوی زعفرونی یک دست داشته باشیم، توی کاسه پیرکس چند قالب یخ میندازیم و میذاریم روی برنجمون و زعفرون سایده شدهمون رو میریزیم روی یخ. زمانی که برنج بخار میکنه یخ آب میشه و زعفرونمون قشنگ رنگ میندازه. یه مقدارم کره میذاریم که دیگه روغن نریزیم و در قابلمه رو میذاریم و با شعله مناسب زمان میدیم که همزمان برنجمون دم بکشه و ته دیگمون طلایی و برشته بشه. 10 دقیقه یک رو به آخر دم این زعفرونمون رو که کاملا یخ و کرش آب شد و رنگ انداخته میدیم رو کل چلومون. اینجوری یه چلوی یک دست زعفرونی داریم. ضمن اینکه این آب زعفرون میره ته قابلمه و ته دیگمون هم زرد و طلایی خوش رنگ میکنه. نوبتی هم باشه نوبت آماده کردن میگومونه. برای شروع داخل تاب روغن میریزیم و پیاز رو که خیلی ریز خورد کردیم سرخ میکنیم. همین که پیازامون سبک و نیمه طلایی شد از داخل تاب جمعش میکنیم که میگوهامون رو تو همین تاب سرخ کنیم. برای سرخ کردن میگوامون از کره استفاده میکنیم و کره رو میندازیم داخل تابه. همین که آب شد میگوها رو اضافه میکنیم. این هم میگوهای مزه‌دار شدمون که با اون ادویه قشنگ مزه‌دار شد و چند ساعت داخل یخچال بهش استراحت دادیم و میره که سرخ بشه. میگوهای خوشگلمون رو خیلی دوستانه چیدیم داخل تابه و در تابه رو میذاریم تا یه خورده بخار بزنه و مغز پخت بشه. پوشت میگو بسیار ترد و لطیفه و زودم میپزه. فقط دقت داشته باشید که با شعله بالا میگواتون رو بپزید که خیلی آب نندازه. دیگه در تابه رو از توی این مرحله قبل نمیذاریم و اجازه میدیم که آب اضافهش تبخیر بشه. آب اضافه میگومون تبخیر شده و توی این مرحله اون سیر رو که داشتیم له میکنیم و میریزیم داخلش که یه تفت مختصر بدیم. اینم از پیاز داغمون که اضافهش میکنیم. و اما خلال پوست پرتقال که دوبار جوشوندیم و تلخیش رو گرفتیم و برای معطر شدن میگومون میریزیم داخلش رو یه تفت کوچولو میدیم. اضافه کردن خلال به میگو کاملا سلیقه‌ایه، میتونید نریزید. اگرم که در دسترستونه میتونید خلال پوست پرتقال تازه رو بجوشونید و بریزید داخلش. و نگم براتون که این میگو چه عطر قشنگی داره و حین سرخ شدنم مطلقا بوی زهر راه ننداخت. اونم فقط به خاطر تر و تازگیش بودش. البته میگوی دریایی همچی خاصیتی رو داره. معمولا میگوی پرورشی یه بوی بدی دارن که موقع تبخش کاملا میشه استشمام کرد. میگوی ما تو این مرحله آماده است. چلومونم قشنگ دم کشیده. اینم چلوی زعفرونیمون که کاملا دم کشیده و معطر و یک دست زعفرونیه. امیدوارم که بپزید و نوش جان کنید و لذت ببرید. چنانچه رسیپی خاصی برای پلو میگو دارید با ما و دوستان به اشتراک بذارید. خب دوستان رسیپی رو هم دیدیم. با همین روشی که ما میگو رو آماده کردیم میتونید چلوتون رو آبکش کنید، میگو رو بدید لابلای چلوتون و بذارید روی دم. ما اینجوری ترجیح دادیم که روی چلومون میگو رو بچینیم. اونجوری هم میتونید تهیه کنید و فوق العاده عالی میشه، خصوصا اون عطر خوش پرتقالش. دوستان اکثرا سوال میکنید اینا چیه؟ خب اینا سیب زمینی رنگیه، با
به زودی زود چند رنگش رو براتون پست میگیریم میذاریم توی پیج دوممون. خب این از این خب تو پست امشب که طرز تهیه تریگ حلزونی رو دیدید، از اینم دیگه خیالتون راحت شد دیگه، حالا من میتونم بخورم دیگه بایزه. چنانچه تمایل داشتید که تریگ حلزونیتون کنجدی بشه، قبل از اینکه این سیب زمینی‌ها رو بچینید کف تابه، کنجد تفت داده شده‌تون رو بپاشید، سیب زمینی‌ها رو بچینید، بعد روغن بریزید. اون وقت میشه تریگ حلزونی کنجدی. همیشه سعی کنید مواد اولیه‌تون رو از جای مطمئن و تازه تهیه کنید. بله، از منبع دست اول. خدای میگوش حرف نره. آیدیش زیر پست هست. خدای چی بگم براتون، همه چیش عالی عالی. بجای تک تک شما عزیزان، همینجا سر همین میز خالی خالی. یاس را باید کاشت توی گلدان ظریفی که پر از عطر خداست، و سپس گلدان را روی یک میز گذاشت. پرده ها را باید پس زد و به خورشید فضا داد که آرام بتابد بران. آن زمان خواهی دید با شمیم گل یاس تو چه احساس قشنگی داری و درخشان شدن برگ گیاه چه تماشا دارد. در دلت بوته ای از یاس بکار، یاسی از عاطفه، امید، محبت، ادراک، و بدان بی تردید زندگی با تو سر مهر و وفا خواهد داشت.